سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته پای صحبت محمد حسین محمدی، نویسنده رمان پایان روز. به زبان می نویسم که به او زبان می اندیشم. حکایت دریا ساخته بهمن فرمانارا. گشتی در نمایشگاه در میان درختان. محمد حسین محمدی یکی از نویسندگان برجسته افغانستانه که آثارش جایزه‌های زیادی برده، از جمله جایزه گلشیری برای مجموعه داستان کوتاه انجیرهای سرخ مزار و جایزه بهترین رمان از سوی انجمن منتقدین مطبوعات ایران برای رمان کوتاه از یاد رفتن. بعضی از داستان‌هاش هم به زبان‌های انگلیسی، ایتالیایی و فرانسوی ترجمه شده. محمد حسین محمدی با توصیف دقیق جزئیات داستان رو با تصویرسازی روایت می‌کنه. روایتی بی‌طرفانه که ذهن خواننده رو به کار می‌گیره. بیشتر داستان‌هاش در افغانستان می‌گذره و در زمان جنگ‌های داخلی، به غیر از تازه‌ترین کارش به نام پایان روز. آقای محمدی الان ساکن سوئد و از استان اوپسالا با ما با اسکایپ در تماسه. آقای محمدی، شما بیشتر عمرتون، یعنی از کودکی خارج از افغانستان در ایران بودید، اما موضوعات داستانهای شما اغلب در افغانستان میگذره، نه در فضایی که در اون بزرگ شدید. چرا؟ من از کودکی وقتی که به ایران مهاجر شدم، چون پدرم همیشه درگیر با مسائل افغانستان بود، در واقع عضو یکی از این احزاب جهادی محسوب میشد و کار میکرد به عنوان کار سیاسی و همیشه در جریان حوادث افغانستان قرار میگرفت. در واقع خانه برای من همیشه یک افغانستان کوچک بود از کودکی، با وجودی که این خانه ما در ایران قرار داشت، مشهد، ولی برای اعضای خانواده ما یک افغانستان کوچک بود. به محضی که از در حولی داخل میشدیم، ما وارد فضای افغانستان می شدیم. درسته کمی متفاوت تر، ولی گویش، نوع زندگی، رفتار، اخبار به این طریق بود که ما در واقع همیشه با افغانستان بودیم، با وجودی که در ایران زندگی می کردم. میشه درباره تازه ترین کارتون، یعنی پایان روز، کمی برامون بگید؟ رمان کوتاه پایان روز، خب آخرین کار داستانی منتشر شده ما در ایران، در حقیقت کتاب سوم از یک سگانه هست. البته مطمئن نیستم سگانه باقی بمانه، شاید چهارگانه شه و یا حتی پنجگانه، چرا که این خانواده هنوز من رها نکرده. در سه کتاب در واقع ما به اعضای یک خانواده پرداختیم. کتاب اول از یاد رفتن هست که سال 86 در ایران منتشر شد، به پدر خانواده سید میرکشاه آقا شخصیت اصلی هست. کتاب دوم ناشاد با فاصله 24 ساعته از نظر داستانی، زمان داستانی با کتاب نخست، ناشاد هست که متاسفانه در ایران ممنوع اعلام شد و در کابل چاپ شد، به دختر سید میرکشاه آقا پرداختیم. و کتاب سوم که با یک فاصله تقریبا 10 ساله نوشته شد از کتاب اول، پایان روز، به همسر سید میرکشاه آقا و پسرش که در ایران مهاجر هست. و بیشتر مکان این داستان‌ها در واقع یک خانه هست، یک خانه مشترک، و همین سه شخصیت که در هست کتاب هست باز تکرار میشه. فقط در کتاب سوم عیار شخصیتی است که در دو کتاب قبل بیشتر غایب بود. خواننده میتونه هر کتاب به شکل مستقل بخونه و هیچ نیازی نیست که کتاب‌های قبل یا بعدش رو بخونه. داستان کاملا مستقل هست، ولی در عین حالی که قصه یک خانواده هست و به گونه سرگذشت انسان افغانستانی را در دوره‌های مختلف روایت می‌کنند. یکی از خصوصیت‌های کارهای شما اینه که انگار شما کنار ایستادید و تنها راوی تصویر و ماجرا هستید، بی اینکه قضاوتی رو به خواننده بخواین القا کنید. شبیه یه فیلمبردار، با این تفاوت که ابزار شما زبانه نه دوربین. درباره این شیوه بگید. من نمی‌خوام به عنوان یک نویسنده قضاوت بکنم یا حرف خودم رو به مخاطب تحمیل بکنم. من فقط آنچه که هست دیده میشه برای او عرضه میکنم و میتونه او نتیجه گیری بکنه. این نگاه تصویری در واقع برمیگرده به گونه‌ای شاید به زبان داستانهای ما هم. زبان برای ما بسیار مهم هست در داستان. در واقع به زبان داستان به عنوان یک عنصر سازنده داستان نگاه میکنم که هر داستان باید زبانش خاص خودش باشه.
حتی این تلاش من در دو بخش عیا داشتم. وقتی که یک بخش شخصیت بوبو هست، پیرزنی که در یک روستا زندگی میکنه، از زندگی شهری بسیار فاصله داره و محیط روستایی هست، زبان بسیار متفاوت تر میشه تا بخش عیا که در تهران رخ میده و محیط شهری هست. به خاطر که اعتقاد دارم شخصیت و محیط روی زبان تأثیر میگذاره، من نمیتونستم این دو بخش تقریبا با یک زبان روایت بکنم. اینجاست که این زبان برمیگرده به بخشی از اثر و جزی از اثر میشه. بحث زبان رو پیش کشیدید. در زبان نوشته های شما واژه های فارسی دری فراوان استفاده شده، اما از فارسی رایج تو ایران هم استفاده می کنید و این تعامل زبانی بین فارسی دری و فارسی متداول در ایران ویژگی منحصر به فردی به زبان کارهای شما داده. درباره این زبان توضیح بدید. به زبان می نویسم که به اون زبان می اندیشم. من فارسی رایج در ایران و هم دری می دانم و از افغانستانم، هر دو یک زبان هست، منتها با دو نام در واقع دری و فارسی یکی هست. حالا خب به دلایل سیاسی سالهایی است که در افغانستان فارسی دری نامیده میشه. ملک الشعرای بهار در ایران زبان خودش دری خوانده. خب بحث، اما تفاوت گویش و واژگانی بسیار زیاد هست و باز یکی چیزی که من به این تفاوت در واقع دو فارسی رایج در ایران و افغانستان واقف ساخت همین مهاجرت بود، محیط مهاجرت. من در مکتب و کوچه باید فارسی را با گویش ایران صحبت میکردم، ولی به محض اینکه وارد خانه میشدم گویش من تغییر میکرد و گویش فارسی افغانستان میشد و من به تفاوتهای گویش افغانستان و ایران پی بردم و چون به همین شکلی که فکر میکردم یا صحبت میکردم تلاش میکردم که بنویسم، این گویش مزاری که هست در واقع گویش فارسی که بیشتر در شمال افغانستان رایج هست وارد داستانهای مشهور. شما همیشه جزئیات رو به دقت توصیف میکنید. در داستان پایان روز آنچنان یک روز بوبو شخصیت مادر داستان رو با جزئیات تعریف میکنید که ممکنه از دید بعضی اینطور به نظر بیاد که آهنگ داستان رو کند کردید و ممکنه حوصله خواننده سر بره. چرا این همه جزئیات؟ دقیق گفتن، بسیار برای خودم هم گفتن که داستان ریتمش بسیار کند هست، اما این ریتم کند من آگاهانه انتخاب کردم. هنگام نوشتن واقف بودم که ریتم داستان بسیار کند هست، من خواننده های را از دست خواهم داد. به نظر من بخشی از داستان در همین ریتم کند رخ می دهد، بخشی از حادثه در این ریتم کند اتفاق می افته. زندگی اون بوبو و پیرزن روستایی که روزش در روی حولی گم می شه بسیار کند می گذره. پس من نمیتونم در این یک زبان روایت شده با شتاب، چرا که زندگی این شخصیت در سکوت و کندی و در واقع روزمرگی رخ میده. در همه داستانهای من البته این نیست، داستانهای کوتاه من اتفاقا ریتمشان بسیار تند هستند، مثل داستان مردگان یا عبدالبیتل آمده بود اینجا بمیرد، ریتم بسیار تند هست با تغییر زاویه دید راوی و حوادث همینطور. اما در اینجا با وجود اینکه فضا زیاد دارم، من شخصیت محدود هست، ریتم کند، بخاطر زندگی روزمره این شخصیت ها کند هست. به گونه در پایان روز یک مرگ تدریجی هست که به نمایش در میاد، سکوتی است که شخصیت ها در این سکوت زندگی میکنن و فقط صدا در پیرامون اونا هست، ولی خود اونها جزی از این صداها نیستن، شنیده نمیشن. ممکنه چند خط به انتخاب خودتون از کتاب پایان روز برامون بخونید؟ آغاز بخش عیا که در تهران از خواب بیدار میشه رو میخونم. عیا چشمهایش را که باز میکند برای لحظه شک میکند که در مزار است یا تهران. همه جا آرام است. فکر میکند در مزار، در خانه پدریش اگر بیدار شده باشد، وقتی از اتاق براید حتمی آفتاب روی حولی را پر کرده است و بوبایش را خواهد دید که باز از صبح وقت در حولیشان شور می خورد. به ماکیانهایش دانه می دهد، گاوش را می دوشد و به گفته خودش روزش را در حولی گم می کند. ایا همان طور که تخته و پشت بر جایش دراز کشیده است، رویش را به چپ دور می دهد و به طرف کلکین می بیند که نور صبحگاهی از شیشه های چتل بالاییش که با کاغذ کاهی روزنامه پوشانده نشده اند به درون میتابد، مگر هوای اتاق دم کرده و پر از دود سگرت است و به یاد می آورد
اینجا تهران است. تهران و این اتاق 3x4 مجردیشان که همیشه بوی سگرت می‌دهد. در حولی با اتاق‌های کرایی برای مجردها، در کوچه‌ای تنگ و باریک که رنگ آفتاب را هیچ نمی‌بیند. گالری امکان نمایشگاه گروهی از نقاشی، طراحی و عکس‌هایی از 6 هنرمند برگزار کرده که منظره‌هایی رو از راه و جاده در فصل‌های مختلف به نمایش گذاشته. کارهایی از علی گلستانه، رعنا فرنود و عباس کیروستمی در این مجموعه هستند که بعضی از اونا برای اولین بار به نمایش در اومدن. منظر نگاری های علی گلستانه با ماژیک و گواش روی کاغذ و مقوا چشمنداز های خارج از شهری ایران رو با فرم های خطی نشون میده. رعنا فرنود با سطوح ساده و رنگ های پخته اکریلیک جاده های کوهستانی رو نمایش داده. اما در طراحی هاش با خودکار روی کاغذ این منظره ها رو با دورگیری های خطی ساده بازنمایی کرده. محمد خلیلی با رنگ اکریلیک روی 3 بوم تقریباً یه اندازه تصویرهای محو از جاده های مهالود و بارانی پدید آورده. عکس های آنالوگ کیارستمی مثل همیشه منظره های سیاه و سفید زمستانی و جاده های پرپیچ و خم رو تصویر کرده. ترکیب لکه های سفید برف با دامنه سیاه کوه ها، جاده ها و تیرهای برق کنتراستی شدید رو در عکس ها به وجود آورده. اما آسمان ابری با خاکستری های متنوع تصویر رو به تعادل رسونده. حکایت دریا ساخته بهمن فرمانارا فیلمساز با سابقه برای اولین بار در ایران به طور اینترنتی اکران شده. این فیلم داستان نویسنده یا روایت میکنه که به اتفاقات سیاسی و اجتماعی اطرافش واکنش نشون میده. محمد عبدی منتقد سینما درباره حکایت دریا با بهمن فرمانارا مصاحبه کرده. چقدر زیباست جال آدم اونجا که هست همه این چیزا یادش میره. این آدم نتونسته طاقت بیاره و بنابراین اعصابش خرد شده، دیوونه شده و 3 ساله که در تیمارستان بوده و در شروع فیلم اون در واقع خانمش اومده دنبالش که ببرن خونه، چون میگن دیگه ما کاری برای این آقا نمیتونیم بکنیم و اینجا هم سنگر نیست، بیمارستانه. و این آدم رو مرخص میکنن و با خانمش میره شمال ایران که ما در جایی که فیلم برداری کردیم شهر رامسر بوده که یه ویلایی پیدا کردیم که درست در کنار دریا بود و چون دریا نقش خیلی اساسی توی این فیلم داره و پس زمینه اکثر شاتایی که تو فیلم هست دریا هست، ما رفتیم اونجا و فیلم رو اونجا ساختیم. دوربین حرکت. نزدیک 79 سالمه و من توی این مملکت زندگی میکنم، با مردمش در ارتباطم، بنابراین هر کاری که میکنم از این لحاظ خیلی شخصی و دیدگاه منه به دور برم. اینکه خودم این نقش بازی کردم، من توی بوی کافور اتریاس هم بود و بعد از اون فیلم عباس کیارستمی که دوست خیلی نزدیک من بود به من گفتش که تو باید خودت
این نقش ها رو بازی بکنی، به خاطر اینکه دیالوگایی که مینویسی هنرپیشه‌های حرفه‌ای هم باز اینا رو درست نمیگن. و چون در بوی کافور اتیاس منتقد نیویورک تایمز گفته بود که این آقا وودی آلن ایرانه، میگفت تو فیلم ها خودت بازی بکن و این خودش یه برندی میشه. اومدم تو رو ببینم، خیلی دلم تنگ شده. من چند سال تو بیمارستان بودم. منظور تیمارستانه دیگه. تو از کجا میدونی؟ ولی اعصابم خورد شده بود. اگه خورد نمیشد جای تعجب داشت. این داستان آینه ایست در مقابل مملکت ما. این شخصیتی که من نوشته بودم طاهر کلافه شده از تمام چیزهای منفی که دور و بر خودش میبینه و شاید در یه سکانسی که با آقای نصیریان داره صحبت میکنه که گلشیری رو در واقع فکر میکنه داره باش صحبت میکنه، تمام اون چیزهایی که آزرده خاطری ما رو به وجود میاره توی اون سکانس صحبت میشه. و این همه آدم هایی که حالا تازه یه تعدادیش هم نام برده نمیشه، ولی هیچکی جایگزینش رو پیدا نکردیم تو این 40 سال. و برای هر کسی که کار فرهنگی میکنه این فضای غم انگیزی است. جلیل شهناز هر موقع میپرسن آقا حالتون چطوره، میگفت زمانه آقا، زمانه. هنوز زنده است؟ نه، شهناز، عبادی، یحقی، احمد محمود، شاملو، گلشیری، کیارستمی همه رفتن. پس منم برم. دریا خیلی تو این فیلم مهمه و بیشتر وقتا موقعی که آدم کنار دریا هست یا به دریا نگاه میکنه، غیر از اون موارد بسیار طوفانی و اینها که خشمش نشون میده، بیشترین اثرش این گسترده بودن این سکوت و پهناوری این آبی که شما میبینید. و برای من این سکوت ها مثل اون کاماییه که شما میذارید در یه مثلا نثری که مینویسین یا نقطه‌ای که میذارین. بعضی وقتا لازمه که بذاری تماشاچیم یه نفسی بکشه و تو از یه سکانسی بری یه سکانس دیگه. همون دوست دخترم که با هم بودیم یه چند سال تعاملم کرد، ولی وقتی جا نداری، کار نداری، چیکار میشه؟ من 35 ساله دارم باهاش زندگی میکنم، همش رو حواست. چیزی که باید بدونین اینه که استاد الان در مرز اسکیزوفرنیه. یکی تصادف کرد، مرد، قلبشو دادن به من. اینجور چیزا رو باید یه مرتبه بگی، هرچی لفتش بدی میشه عادت و روزمره. چه بار به شما بگم بابا طاهر؟ سر من نیومده اینجا. سری بزنیم به نمایشگاهی در گالری هیوارد در لندن به نام درمیان درختان که نشون میده چطور هنرمندها در 50 سال گذشته به رابطه انسان و درخت در کارهاشون پرداختند. ساختار پیچیده شاخ و برگ درختها و شبکه‌ای در هم تنیده جنگل‌ها و ریشه‌های زیر زمین که حتی نمی‌تونیم اونا رو ببینیم، چیزایی نیستن که به سادگی بشه در موردشون تعمق کرد. یکی از لذت‌بخش‌ترین جنبه‌های قدم زدن در جنگل اینه که ما دست از تحلیل کردن و استفاده کردن از این بخش مغزمون برمی‌داریم و فقط از عمل نگاه کردن لذت می‌بریم.
این نمایشگاه نشون میده که هنرمندا چطور به رابطه ما با درخت ها پرداختن. زیبایی، ساختار فرمی اونا، اوج گرفتنشون در ارتفاعات و حضور با شکوه و با عظمتشون الهام بخش هنرمندای این نمایشگاه بوده. همینطور این واقعیت که درخت ها عمری بسیار طولانی تر از ما دارن و در طول تاریخ بشر همیشه حضور داشتن، توجه هنرمندا رو به خودش جلب کرده. بخشی از نمایشگاه به این مسئله می‌پردازه که ما چه تأثیری بر درخت‌ها گذاشتیم و درخت‌ها چطور خودشون رو با زندگی شهری و صنعتی ما تطبیق دادن. به نظر من این نمایشگاه به روشنی نشون میده که چقدر فرهنگ انسانی با فرهنگ درخت‌ها گره خورده. الان جلوی این بیشه در هم پیچیده خارق‌العاده ایستادم که شبیه به انبوهی از شاخ و برگ‌های مرده در یک جنگل زمستونیه. اما وقتی با دقت نگاه می‌کنیم متوجه می‌شیم که از تکه‌های بریده شده مقوا و کارتون ساخته شده. اوا جاسپین برای این کار از محصولات صنعتی استفاده کرده و با سنباده و دریل ماها وقت گذاشته تا این فرم‌ها رو بیرون بکشه. او محصولی که خودش از درخت ساخته شده رو دوباره به تصویری از جنگلی که درخت ازش بیرون اومده تبدیل کرده. برای این نمایشگاه او تا سقف گالری بالا رفته و چیزی ساخته که کاملا ما رو در بر میگیره. اسم این کار درخت 12 متریه، از هنرمندی به نام جوزپ پنونی که کارهاش از اواخر دهه 60 میلادی درباره درخت ها بوده. اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که انگار یه درخت نیست، بلکه دوتا درخته، اما در واقع از یک تنه درخت بزرگ صنعتی تراشیده شده. جایی که باریک میشه بخش بالای درخته بوده. باید بتونین اون بخش رو توی ذهنتون برگردونین، روی این بخش بذارین تا بفهمید این درخت چقدر بلند بوده. پنونی حلقه های رشد این تنه درخت رو دنبال کرده و شاخه های اون رو بیرون کشیده تا نشون بده این درخت در جوانی چه شکلی داشته. جالب اینجاست که هم میتونیم ساختار طبیعی درخت و هم ساختار صنعتی اون رو در این کار ببینیم. به نوعی به ما یادآوری میکنه که چیزهایی که هر روزه از اونا استفاده میکنیم مثل میز و صندلی از این درخت ها ساخته شدن. درخت هایی که خیلی از ما دور نیستن. اگه با دقت نگاه کنیم حتی میتونیم فرم های درخت ها رو در درون این اشیا ببینیم. هنرمندای این نمایشگاه مفهوم زمان در طبیعت رو به کمک درخت‌ها نشون میدن. جنگل دیجیتال جنیفر استاین کمپ شما رو با ابهت و عظمت درخت‌ها روبرو میکنه و در 3 دقیقه 4 فصل سال رو نشونتون میده و از این طریق تعریف متفاوتی از زمان ارائه میکنه. عکس‌های ریچل سوسمن نشون میده که چقدر زمان در دنیای انسان‌ها کوتاه‌تر از درخت است و ما در این زمان کوتاه چه تأثیر بدی بر سیارمون گذاشتیم. این درخت در عکس او 9000 سال عمر داره، ولی به خاطر تغییرات آب و هوایی در 50 سال گذشته این منطقه گرم‌تر شده و درخت دوباره از بالا شروع به رشد کرده. میتونیم تأثیر تغییرات آب و هوایی رو با چشمای خودمون ببینیم. امیدواریم که در این نمایشگاه مقاومت طبیعت بتونه الهام بخش ما باشه و ادای احترامی باشه به چیزی که تونسته تا این اندازه عمر بکنه. درخت ها سندهای زنده از تاریخ هستی هست. پایان برنامه رسیدیم. ممنونم که با ما بودید. یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید. گزارش ها رو هم میتونید روی شبکه‌های اجتماعی بی بی سی فارسی دنبال کنید. تا برنامه بعد خداحافظ.